سلام خدمت هوادارهای پرشور باشگاه بزرگ پرسپولیس. به یه ویدئوی دیگه از چنل رسمی پرسپولیس در یوتیوب خوش اومدید. هفته 18 لیگ برتر فرا رسید و پرسپولیس جمعه 29 بهمن ماه از ساعت 19:30 دقیقه در ورزشگاه آزادی میزبان تیم آلومینیوم عراق خواهد بود. که این دیدار رو پیام حیدری به عنوان داور قضاوت می‌کنه. تیم رسول خطیبی تو دور رفت موفق شده بود پرسپولیس رو 1-0 شکست بده و این تنها باخت پرسپولیس تا اینجای رقابت‌ها بوده. پرسپولیس این هفته فرصت داره با گرفتن انتقام شکست دور رفت به رکورد میزبانی‌های بدون باخت خودش در زمان دایی برسه و سپس برای رسیدن به صدر تاریخ آماده بشه. پرسپولیس در 37 بازی آخر لیگ برتریش تنها یه بار باخته که در بازی رفت این فصل مقابل همین آلومینیوم بوده. و البته آلومینیوم هم یکی از معدود تیم‌هاییه که در 6 فصل اخیر بیشتر از یک بار موفق به شکست دادن قهرمان همیشگی لیگ برتر شده. جایگاه آلومینیوم در جدول تعریف و تمجید از تیم خطیبی سنخیتی با آمار این تیم تو هفته‌های اخیر نداره. آلومینیوم هیچ بردی در 8 بازی آخرش نداشته و علاقه ویژش در این فصل تقسیم امتیازها بوده. اونا با 10 مساوی 10 امتیاز گرفتن و تیم خطیبی در 12 بازی خارج از خونه آخرش تنها یه بار برنده شده که برابر تراکتور در تبریز بوده. عمل کرده خوب خانگی تیم تراکتور رو ندیدیم این ضربه و گل دوم هم برای تیم آلومینیومیا. هفته گذشته مقابل فولاد بازیشون رو 1-0 باختن و گلی که دریافت کردن روی ضربه سر از روی ضربه ایستگاهی بود. و توی دروازه نه! و توی دروازه! توی دروازه! گل برای فولاد خوزستان! برعکس پرسپولیس یحیی تونست بازی با نساجی یکی از قشنگترین بازی‌های فصلش رو به نمایش بذاره و با نتیجه 3-1 برنده بازی بشه. گل‌های این بازی رو کمال کامیابی‌نیا، وعید امیری و حامد پاکدل به ثمر رسوندن. امیری تو 10 بازی گذشته که برای پرسپولیس انجام داده جز 3 بازیکن برتر این تیم بوده. اون مقابل نساجی هم جز بازیکن‌های تاثیرگذار بود و در 11 نبرد رو در رو با بازیکن‌های نساجی موفق بود و 3 پاس تاثیرگذار هم داد که منجر به گلزنی تیمم شد. اونها میرن برای گل دوم و گل دوم. پرسپولیس چیکار داره می‌کنه؟ به این ترتیب وعید امیری بدون معطلی دروازه علیرضا حقیقی رو برای بار دوم باز میکنه. تکل شیری هم کارساز نیست و توپ از بین پای حقیقی وارد دروازه نساجی شد. کمال کامیابی‌نیا هم روز خوبی رو گذروند. تو همون دقایق اولیه بازی موفق شد گل اول پرسپولیس رو به ثمر برسونه و یک بار دیگه تو این بازی مثل بازی با سپاهان با جایگیری مناسب گلزنی کنه. گلزنی در دقیقه 2 بازی و شوک بزرگی که به نساجی وارد شد مطمئناً کلید برتری شاگردای یحیی گل محمدی بود که با تیزوشی و توان فنی کاپیتان خودش به اون رسیدن. با وجود این بازی هوادارهای پرسپولیس حالا منتظرن که تو این هفته مقابل آلومینیوم بازم بتونن از تماشای بازی تیمشون لذت ببرن و با برد خودشون رو نزدیکتر به صدر جدول ببینن. وضعیت مصدومای پرسپولیس هم بهتر شده و حالا ترابی هم به جمع بازیکن‌ها برگشته و با اضافه شدن رامین رضاییان به تیم دست یحیی گل محمدی به نسبت بازی قبل بازتر شده و حالا احتمالاً شاهد حضور این بازیکن‌ها تو بازی فردا باشه. رسیدن به این مرحله زحمت خیلی زیادی کشیده شده و زیادی رو تحمل کردیم، ولی شروع کار به نظرم کار اصلی از این تازه داره شروع میشه. باید خیلی بیشتر از گذشته با تمرکز بیشتر با انرژی بیشتر و باید خیلی قوی‌تر از گذشته کار کنیم. مأموریت واقعا سختی رو در پیش داریم، ولی امیدوار هستیم به خاطر انگیزه بالایی که داریم و اون انگیزه چیزی نیست شاد کردن دل هوادارهای خوبمون که انرژی مثبت زیادی کار میکنن و تمام سختیهایی که تا حالا پشت سر گذاشتیم فقط به خاطر حضور گرمشون به خاطر وجودشون مفید این بازی طبق معمول از کانال یوتیوب پرسپولیس به صورت زنده پخش خواهد شد و شما هوادارا با تماشای این بازی میتونید از تیم محبوبتون حمایت کنید. به نظر شما نتیجه این بازی چی میشه و چه کسی میتونه ستاره این میدان باشه؟ ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. تو کانال یوتیوب پرسپولیس منتظرتون هستیم.